أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برادران عزيز خواهران مهربان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان بحث امروز ما زيارت قبل از اینکه وارد بحث شوم در مقدمش چند مسئله هست که میخوایم میره بگویم اولی که این بحث تحقیر و توهین هیچ کس نیست کدام انسان و یا کدام شخص و یا کدام گروپ مورد تاخت و تاز ما قرار داده باشیم و یا کدام میت ما تحقیر بکنیم هر کسی که در دامن اسلام ظاهرا در با کلمه شهادت از دنیا رفته ما نسبت به مرده ها حرف ناسزا نمیگیم و مخصوصا صحابه کسایی هستند و اولیا کسایی هستند که پاداشان از الله سبحانه و تعالی هست یک مطلب مطلب دوم که هر کسی که به قرآن و سنت عقیده و باور داشته باشه به شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله هم عقیده و باور داره به موضوع شفاعت و شروط شفاعت هم عقیده و باور داره و اولیای الله سبحانه و تعالی هم باور داره و به کرامت اولیا هم باور داره و به تبرک هم باور داره و به توسل هم باور داره ای هم با مو شروطی که شریعت اسلام ای را بیان کرده این مطالب به خاطر ازی بیان میکنیم که صحبت خصمانه نیست صحبت علمی هسته و توقع ما مخصوصا از کسایی که صحبت ها را گوش میکنه ای هسته که با بسیار حوصله‌مندی صحبت را گوش بکنن و در آخر نتیجه گیری بکنن و بدون تعصب در روشنی قرآن و سنت موضوع بادی وقتی که هستمی دو حاصل پیش انسان باید باشه قرآن و سنت این دو چیز اگر نباشه یک نفر نمیتونه ثابت بسازه که عملی را که انجام میده آیا درست است یا نادرست است اینمی معیار هسته که با اینمی دو چیز میتونه عبادت خدا بگویه که درست است یا اشتباه هسته و موضوع سوم که ما مقدسات دینی را برش هرچ قائل هستیم اینمی شعائر اسلام مقدسات دینی هسته که خود احترام به مقدسات دینی این نشانه تقوا هسته یکی احترام هسته یکی عبادت هسته این دو چیز فرق میکنه بسیاری وقتا اگر ما میگیم با مقدسات دینی احترام داریم نه با این معنا که ما مقدسات دینی را عبادت میکنیم این دو چیز پیش ما مشخص واضح هسته و هدفی که صحبت ها را میکنیم و این عنوان مخصوصا انتخاب کردیم فقط تنویر جامعه هسته تنویر جامعه هست و ما به عنوان شاگردای دین و مخصوصا ما مسئولیت شرعی خود انجام میتون هیچ کدام موضوع سیاسی موضوع حزبی وجود نداره که ما در کدام مذهب هستم ما در کدام طریقت هستم در کدام راه هستم ما همیشه گفتیم در صحبت های خود من خود سنی میگم من خود شیعه میگم چیزی را که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتم اونم چیز خودم میگم پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ کدام از اینا نبوده نه شیعه بوده نه سنی بوده پیامبر صلی الله علیه و آله مسلمان بوده ابراهیم علیه السلام مسلمان بوده آدم علیه السلام مسلمان بوده اینا همیشان مسلمان بودن ما هم به عنوان یک مسلمان بر خود اجازه میتونم که بگویم که من مسلمان هستم و صحبت هایم کوشش میکنم که مطابق همین ارزش های دینی باشه که ارزش های دینی قرآن و سنت هستن ای در مقدمش بخش اول چون موضوع زیارت هسته در بخش اول مسائلی را در اینجا زیر پوشش آوردیم که گرایشی که به مرده ها به میت ها پیدا شد از کجا پیدا شد در این آغاز مردم چطور به مرده ها علاقه پیدا کردند دلیل عمده و حساسیش چی بود وقتی که انسان ورق میزنه تاریخه کمی خود بت پرستی از کجا نشأت کرده از کجا سیراب شد اما سرچشمه از این بت پرستی از کجا بود بعد از طوفان نوح علیه السلام انسان های نیکویی که باقی میمانند اینا هم چون مرگ حقیقت داره اینا هم وفات میکنن از دنیا رحلت میکنن میرن مردم چون اینا انسان های نیکو و صالح بودن مردم مجسمه های از اینا را ساختن و به خاطر زی که وقتی طرف مجسمه های از اینا میدن به یاد نسایی از اونا بیفتن
و یاد ارشاداتی که اونا میکردن، مردم به طرف نیکی ها تشویق میکردن، از بدی ها مردم منع میکردن، یا وقتی که میدیدن مجسمه ها را بمو یاد امو سخن ها میفتیدن. هایستا هایستا نسل و نسل ای هم برنامه بود که شیطان برشان داده بود. ای هایستا 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 بالاخره به می نیتی که ساخته شده بود این مجسمه ها، این نیت تغییر میکنه، اینا مورد پرستش قرار میگیرن یا مورد وسیله قرار میگیرن بین بنده و بین الله سبحانه و تعالی. آغازش از اینمیجا شروع میشه. یعنی هر بتی را که شما در زمین امروز میبینین، اگر در گندواره هست، اگر در مندر هست، اگر هزا بود، اگر لاد بود، هر بتی که هست، این نام های انسان ها هست. اینا انسان ها بودن که وفات کرده بودن، بت ساختن به نامشان، مجسمه ساختن. یکی از دلایلش بود که مردم گرایش به مرده ها پیدا کردن. دلیل دوم بیچارگی خود انسان و احساس گناه کردن. انسان وقتی که خدا بیچاره فکر بکنه، خدا گناهگار فکر بکنه، کوشش میکنه که یک راهی به خاطر توجیه گناه خود پیدا بکنه، پناه بردن به طرف مرده ها. این دلیل دومش که از اینجا نشأت پیدا کرد. سوم وسوسه شیطان و برنامه ریزی های شیطان. همیشه ما گفتیم که شیطان برنامه های دراز مدت داره. پیشتر هم سر مسائل بدعت اینا صحبت میشد. بدعت که در دین میای یکی از برنامه های شیطان هست. ظاهرش خوب زیبا معلوم میشه، بالاخره برادر یک کار خوب انجام میده، دین کمک میکنه، اما این هایستا هست چون برنامه شیطان هست. شیطان دفتن آخر گپ بر انسان نمیگه که این نتیجه کارم هست. هایستا 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 بالاخره انسان از اونمو هرزش ها دور میسازه و سنت ها را تخریب کرده میره. کار شیطان هست. این دیگه دلیلش که هایستا هایستا مردم به طرف مرده ها علاقه پیدا کردن و درگاه ساختن و زیارت ساختن. چهارم غلو کردن نسبت به اشخاص افراد، نسبت به تحسینشان، نسبت به تقدیر از کارهایشان، از افراد نیکو و افراد در محبت. وقتی که یک انسان زیاد دوست داشته باشی، محبتی که مثلا انسان بر انسان داره، این محبت اگر از حالت عادیش خارج میشه، غلو میشه و طرف افراد میره، با عادت داخل میشه، اونجا این انسان خراب میشه. بسیار کسا مثلا استاد خود دوست داشتن، شیخ خود دوست داشتن و در حیاتشان شیخشان کمکشان میکرد، برشان دعای خیر میکرد، همین محبت وقتی که غلو شد، استادشان وفات کرد، قبر زوره یک گنبز زدن، قبر زوره زیارت ساختن، اونجا یک مجاور هم تعیین کردن، به اندازه باز رسید که قبر زوره میشوشتن امرای دسمال. مثل از اینکه مثلا یک طفله داخل حمام ببری شستشو بکنی، شا قبر میشتن بالای قبر، صابونا را می آوردن و باز حتی به اندازه میرسه که وقتی که داخل مو زیارتگاه میشن، داخل درگاه میشن، به عنوان احترام، که احترام نیست، آل در لول عبادت، در یک مرتبه بالاتر قرار گرفته، مسئله عبادت داخل شده، که حتی سجده و مثل سجده در روبروی قبر، که از چی میشه؟ از افراد میشه، از محبتی که غلو شده باشه این اتفاق میفته. و همچنان افراد در عبادت هم، خود عبادت هم شروط داره که مطابق اون شروطش باید عبادت شوه. این نفر نمیتونه خودش عبادت ایجاد بکنه. هرگاه در عبادت علم وجود نداشته باشه، این عبادت هم میتونه انسان به طرف قبرستان ها بکشانش. مردم ها نیتشان خوب شد، احساساتشان خوب شد، اما علمشان کم. اینا چی کردن؟ رفتن به طرف مرده ها رجوع کردن، به طرف قبرستان ها گفشان کشید. چرا عبادت با علم باید موازی پیش بره. اگر احساسات زیاد باشه، علم کم باشه، باز انسان به طرف افراد میره. یکی از دلایل دیگهش هسته که این مردم گرایش پیدا کرد به این کارا. ششم، عدم شناخت از صفات الله سبحانه و تعالی. یک نفری که خداوند متعال صفاتش، اسما و صفاتش نشناسه و توحید درک نکرده باشه و الله سبحانه و تعالی را با پادشاه های امروزی مقایسه بکنه، خب طبعا وقتی که پادشاه های امروزی را مقایسه میکنی، مستقیم به پادشاه رفتن نمیتونی، باید بری اپاینمنت بگیری، باز رئیس ببینی، باز بالاخره وزیر را ببینی، باز معاون رئیس را ببینی، باز مشاورش را ببینی، باز بالاخره پیش رئیس جمهور بری یا پیش یک پادشاه بری.
وقتی که درک درست از اسما و صفات الله سبحانه و تعالی وجود نداشته باشه، انسان در اینمی وادی میفته، در وادی تشبیه میفته که انسان با الله سبحانه و تعالی مقایسه میکنه، در حالی که هیچ قابل مقایسه نیست. می خوب با الله رفته نمیتونی، بلند یادم یه آدم نیک بود در زیر خاک، از طریق قضی برو، این نزدیک هسته. یکی از دلایل دیگهش هسته که گرایش به مرده ها، به میت که پیدا کردین، این دلیل دیگه هسته که مردم به طرف قبرستان و مرده ها علاقه پیدا کردن. و درک نادرست، هفتم که انسان درک نادرست از انسان داشته باشه. مثلا من یک انسان هستم، شما یک انسان هستین، ما کدام فوق‌العادگی نسبت به شما ندارم. اگر انسان ها نسبت به دیگه انسان ها یک اندازه مرتبه پیدا میکنن، درجه پیدا میکنن، این هم در تقوایشان هست و این تقوا هم منحصر به خودشان هسته. یعنی تقوایم اگر زیاد شوه به این معنی نیست که من یک انسانی هستم که مورد پرستش قرار بگیرم. حتی پیامبرا تقوایشان بسیار بلند هست، اما هیچ وقت کسی را بر خود تشویق نکردن که مورد عبادت معبود خود قرار بدن. بنان یک آدمی که تقوا ورزیده و متقی شده، با تو هیچ فرق نداره، تو هم میتونی متقی و پرهیزگار شوی اگر از این احکام، از این سنت ها پیروی بکنی. وقتی که وفات میکنه، کارش تمام هست با دنیا. بنان یکی از دلایلش هست که شناخت از انسان اگر وجود نداشته باشه، که کتاب های متعدد نسبت به انسان شناسی نوشته شده که انسان ها همین جوهر استعداد، غرایز، اینا همش در وجود انسان ها گذاشته شده. انسان های خوشبخت، انسان های نیکو، اونمو جوهر خود درک میکنن، اونمو را رشد میدن. هر غریزه را در وجود خداوند متعال گذاشته، غریزه علم، غریزه شهوت، غریزه قدرت، این غرایز باید کنترل شوه توسط علم مات و علم ماش. باید خودت کنترلش بکنی، اونمو غریزه را که واقعا به درد بخورت است، اونمو را رشدش بدی. بنان همه ما یک قسم هستیم، همه ما از حضرت آدم علیه السلام و بی بی هوا به دنیا آمدیم. یک نفر اگر خود کاملا ناقص فکر میکنه و انسان درک نمیکنه، این انسان هم میتونه در نمی وادی سقوط بکنه و یک انسانی که وفات هم کرده بالای قبر زبره، در حالی که نمیفهمه که خوب انسان بود، وفات کرد، تمام شد کارش. شناخت نادرست از انسان در روی زمین میتونه انسان به طرف قبرستان و به طرف مرده ها تشویقش بکنه. هشتم، احساسات، جهل و احساسات خشک. که بسیاری کسا از جهل و از نادانی و احساسات دینی که با جهل آمیخته شده باشه، مردم به طرف همچو کارها تشویقش میکنه. نهم، تقلید از نیاکان جاهل و فاسق. میشه که بزرگای جاهل و فاسق همچو کارها را کرده باشن و مردم به طرف مرده ها، به طرف زیارت، به طرف قبرها تشویق کرده باشن، این جوان ها هم کلان میشن، عظیمی نیاکان فاسق و جاهل پیروی میکنن، اینا هم در مو مسیر حرکت میکنن. این دلایلی هست که گرایش ها از کجا شروع شده به طرف این موضوعات. دهم، تعصب در طریقت. که یک نفر در اون راه یک میردم طریقی که میره تعصب داره، متعصب هست، میگه نمی راهی را که من میرم کاملا درست است، از اون طریقه خودم آگاهی نداره، این دیگه طرف نمیبینه، مطالعه نداره، در باد مختلف مطالعه نکرده، فقط اون چیزی را که برای شیخش گفته، استادش گفته، اونم را قبول داره، مثل هست به گادی واری دو طرف را ندیده، که درخت است دو طرفی ما، دیوال هست، کوه هست، چی هست، اونم رو برو را دیده، خلاص. اگر میای نکایش پس بکنه، می دو چیزی که در گرد دو چشمه هست میزنن پس بکنه، یس میبینه که دیگه چیزا هست، درخت هست، دیگه هست. این انسان هم مثل مو هست به گادی حرکت میکنه، در طریقت خود، در رای خود تعصب داره. این انسان هم میتونه بعد از اینکه در این راه پیش بره باز بالاخره مو کسی که را تشویق کرده در این راه، وقتی که وفات هم میکنه، بعد از این چون تلقین کرده همه چیزا، در مسیر هی هم حرکت میکنه، بعد از اینکه وفات هم کرده اون نفر، اما استاد، شیخش، پیرش، هر کسی که وفات کرده، بازی میتونه میره سر قبر ازو فکر میکنه که در زندگی مرا کمک میکنه، تا حال هم میتونه کمک بکنه. این تعصب هست. 11، کسایی که در این مسیر زیاد علاقه پیدا میکنن، گرایش پیدا میکنن، اینا از شرک هم خبر ندارن. خطرات شرک، که شرک چقدر خطرناک هست، میتونه اعمال انسان، عبادات انسان را ضایع بسازه. وقتی که یک انسان بفهمه که من اعمالی را که انجام میدم هیچ توشه نشده در آخرت، به خاطر ازی که با شرک آمیخته شده، اگه با شرک آمیخته شده و اعمال انسان توشه آخرت نمیشه، بنان انسان متوجه میشه، میگه خب من این کارا را که میکنم به خاطر آخرت میکنم، وقتی که اعمال مزایش چرا این کارا بکنم؟ بنان
یکی از دلایلش عدم آگاهی از خطرات شرک است. که شرک از آگاهی نداشته باشه، این انسان هم میتونه به مرده ها و قبرها گرایش پیدا بکنه. دوازدهم، تلقین شدن. بسیاری وقتا انسان تلقین میشه، یک چیزی در تقدیرش میباشه، میره مثلا اثر یک قبرستان تیر میشه، یک دعا میکنه، خداوند بنابر تقدیری که نوشته شده در لوح محفوظ برش، همو حاجتش برآورده میشه، این فکر میکنه که این مرده مرا کمک کرد. تلقین میشه، هر روز همی کارا میکنه. سیزدهم، بسیاری وقتا جنیات و شیاطین از طرف مرده ها با انسان ها گپ میزنن، که یک طریقت هسته اونا کشف قبور دارن، که میرن همو افراد و اشخاصی که در اون طریقت هستن میرن بالای قبرستان ها با مرده ها گپ میزنن، این مرده ها همراهشان گپ میزنن. اما وقتی که انسان مطالعه میکنه که مرده ها نیز با اینا گپ میزنن، اینا جنیات و شیاطین هست در قبرستان با اینا گپ میزنن، این هم یکی از دلایل دیگه هست گرایش ها که توسط جنیات و شیاطین از طرف مرده ها با انسان ها گپ میزنن. چهاردهم، از طریق خواب، که شیطان میتونه از طریق خواب هم مردم تشویق بکنه به طرف قبرستان ها و به طرف مرده ها برشانه. مثلا در خواب یک نفر میاد، شیطان برش یک پیر در یک جا یک زیارت برش معرفی میکنه، میگه برو در اوجه فلانه کارت صورت میگیره یا فلانه مشکلت حل میشه. ای که صبح میخیزه میره در اوجه، این مشکل حل میشه. این چطور میفهمه شیطان که مشکل ازی حل میشه؟ بسیاری وقتا شیاطین پیام ها را از آسمان ها میدوزن. خداوند متعال وقتی که پیام صادر میکنه، جنیات و شیاطین در آسمان ها، خب یک صحبتی داشتیم راجع به شیاطین، راجع به جنیات، که اینا در آسمان ها هم پرواز میکنن، میرن و در اوج پیام ها را میگیرن. این پیام ها را کمی بیش وقتی گرفتن، راجع به خودت یک مسئله را شیطان پیدا کرد، کشفش کرد، این را میای از طریق خواب برات میگه، این اتفاق میفته چون پیام دزدیده، اما خودت به یک راه دیگه تشویقت میکنه، با یک حقیقت خودت به یک راه دیگه میبره. یکی از دلایل دیگه هست که مردم به همچون چیزا علاقه پیدا کردن. این در بخش اولش که چرا گرایش پیدا کرد و علاقه پیدا کردن به مرده ها و قبور. در بخش دومش، مبتنی بر عقل، استدلال، منطق استوار هست. این بخش، در این بخش مسائل به شکل سوال مطرح می سازیم. هرگاه سوال ها را برادرها و خواهرها و دوستا عزیزا بر هر سوال جواب مثبت بدن و پاسخ مثبت داشته باشن، مبتنی بر استدلال، عقل، منطق و اسناد درست، میتونه کارشان درست باشه. اگر بر این سوال ها جواب مثبت داده نتانن، بنان کارشان میتونه بی حساس باشه، بی بنیاد باشه. اول، آیا روح انسان با ارزش هست یا جسم انسان؟ اگر روح انسان با ارزش هست، وقتی که روح از وجود انسان مفارقت میکنه میبره، جسم انسان اگر با ارزش باشه، که حقیقت انسان روحش هست و روح کارش تمام هست بعد از مرگ، اگر قرار باشه که جسم انسان که در زیر زمین هست و استخوان‌هایی که در زیر خاک هستن، ای با ارزش باشه، چرا یک نفر وقتی که برادر خود را دست میده، پدر خود را دست میده، بعد از اینکه ای را دست میده، چرا با امی کسی که ای را دست داده، ای را میگره خودش با دست خود زیر خاک میکنه، بیشتر از یک روز ای را نگاه نمیکنه، دلش چی هست؟ مثلا پدر ما وفات کرد، بیشتر از دو روز پدر خود را نگاه کرده نتونستم، خودم بردمش در قبرستان، سرش خاک انداختم، دفنش کردم، آمدم خانه، در حالی که پدرم بود، در زیر یک سقف زندگی میکردیم، سالها در یک خانه زندگی کرده بودیم، ارتباطم با پدرم قطع شد به خاطر از اینکه جسمش دیگه ارزش نداشت برام، از بین رفته بود. بنان انسان ها جسمشان ارزش نداره، اصلا روح انسان با ارزش هسته. ای دلایلی هست که دوستا سرش فکر بکنن و متوجه شون که روح انسان هست با ارزش هست یا جسم. اگر جسمش هست، خب چرا او را زیر خاک میکنن و استخوان ها چی ارزش داره؟ سوال دوم، آیا مرده ها مسئولیت شرعی دارن یا ندارن؟
آیا کدام حدیث یا کدام آیت به ارتباط مسئولیت مرده ها در زیر خاک وارد شده یا نشده؟ که پیامبر صلی الله علیه و آله امر کرده باشه که مرده ها اینی احکام و اینی فرایض انجام میدن. مثلا در قبر میخیزن دعا میکنن، یا در قبر میخیزن مثلا عبادت میکنن. هیچ حدیث و هیچ اسنادی وارد نشده که همچو چیز تایید بکنه. سوم، آیا تا انوس که از زندگی بشریت در روی زمین بسیار سال میگذره و هیچ کس دقیق نمیفهمه که چقدر وقت میگذره، آیا کس تا انوس شاید از این هست و کدام اسناد شرعی وجود داره که مرده زنده را کما کرده باشه؟ اسناد دقیق نیه که یک نفر خواب دیده باشه، یک نفر مثلا گیت شده باشه یک گفه بزنه. اسناد درست دقیق. چقدر مرده ها در روی زمین در زیر خاک هستن؟ آیا کدام اسناد دقیق وجود داره که یک مرده زنده را کما کرده باشه؟ چهارم، اگر این مرده هایی که در زیر خاک هستن، امی استوان های بوسیده، اگر اینا سرنوشت انسان های زنده را تعیین میکنن، پس الله سبحانه تعالی چی میکنن؟ اگر اینا نقش دارن در سرنوشت انسان های زنده، خداوند متعال چی میکنن؟ پنجم، آیا طلب از مرده ها فرض است؟ واجب هست؟ مستحب هست؟ چی هستی؟ که ما آجات خود از مرده ها بخواییم و به سر قبور مرده ها بریم و به درگاه مرده ها بریم و زیارتشان بریم، این در فرایض میایه؟ در فرایض عین هست؟ فرض کفایی هست؟ واجبات هست؟ سنت مکت هست؟ سنت غیر مکت هست؟ مستحبات هست؟ چی هست؟ هر کدام از این هست، دوستا اسناد پیش بکنن بگنی در واجبات هست. واجب هست ما باید سر قبور بریم. ما اسناد میخواییم و جوابهای مثبت میخواییم. و برادرها و خواهرایی که جوابهای مثبت پیدا میکنن، خوشا با حالشان، کار خود ادامه بدن. اگر برش جواب پیدا کردن نمیتونن و اسناد برش پیدا کردن نمیتونن، خوب باید فکر بکنن که ما چرا این کار میکنیم. ششم، بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله، آیا کدام اسناد شرعی وجود داره که یکی از صحابه، که صحابه تعدادشان بسیار زیاد بود، و یا که چهار امام از مرده ها چیز خواسته باشن؟ مثلا بر ما یک اسناد پیش بکنه یک نفر، بگه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، یا حضرت علی رضی الله عنه، یا یکی از دیگه صحابه، بنابر اینی اسناد از قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم اینی حاجت خدا خواست و او حاجتش برآورده شد. بدون از اینکه ما تعصب داشته باشیم، ما فقط به عنوان دانشجویا، به عنوان کسایی که اهل تحقیق، اهل مطالعه هستیم، سوال مطرح میسازیم و کس نباید قارم بکنه و کس نباید احساساتی شوه. ما اسناد میخواییم که آیا تو یک اسناد وجود داره؟ هفتم، آیا مقام پیامبرا بلند هست یا از شهدا؟ یا از اولیا، یا از اماما، یا از مشایخ، یا از پیرا، یا از استازا، مقام کدامش بلند هست؟ اگر از پیامبرا بلند هست، خب ما در تاریخ اسلامی میبینیم که چند قبور پیامبرا مشخص هستن. مثلا از حضرت اسماعیل علیه السلام بین رکن دمی کعبه شریف در اینجا قبرشان هست. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه منوره هست. حضرت عود علیه السلام در یکی از تپه های یمن هست، مشخص هست و ای در روایت اسلامی هست. اگر قرار می بود که ای یکی از شروط دینداری می بود، چرا پیامبر صلی الله علیه و آله امر نکرده بر حضرت اسماعیل علیه السلام بر زیارتگاه ایشو؟ یا زیارت هایی که در افغانستان هست، مقام از زیارت ها از قبر حضرت اسماعیل علیه السلام که بلند هست، یا از قبر حضرت لوط علیه السلام که اینا مقامشان بلند هست، چرا پیامبر امر نکرده بر زیارتگاه هزینا بر زینا درگاه بسازن؟ یا پیامبر نمیفهمیده، فکرش نرسید به این مسئله؟ ما سوال مطرح میسازیم. سوال هشتم که بیشتر مطرح ساختیم، که اگر پیامبر راجع به هرزش زیارت ها نمیفهمید یا میفهمید؟ اگر میفهمید که قبور با هرزش هست، چرا بر ما نگفت؟ باید پیامبر صادق باشه.
چیزای با ارزش از بنده های الله مخفی نکنه. اگر این بسیار با ارزش بوده پیامبر نگفته خیر پیامبر رسالت انجام نداده. این سوالایی هست که دوستا سرش باید فکر بکنن. نهم، آیا میت کسی که وفات کرده در قبر که هست و مردم میرن که حاجات خود ازی بخواین، این حاجات خطبند میت باید بر الله؟ به استدلالی که میکنن برادرها و خواهرایی که به درگاه و زیارت میرن که میت وسیله هست که پیام ها را و حاجات بر خداوند متعال منتقل میسازه. سوال ما مطرح میسازیم امی حاجات توسط چی بیان میکنه؟ توسط زبان؟ توسط نامه نوشته میکنه روان میکنه بر خداوند متعال؟ یا اشاره میکنه از قبر؟ یا ای که بر فرشته میگه و باز فرشته بر خداوند متعال را میرسانه؟ دهم، آیا خداوند متعال مرده ها را هر روز ملاقات میکنه؟ یا در آخر هفته؟ یا در آخر ماه؟ یا در آخر سال؟ یا در چهارشنبه و پنجشنبه؟ به خاطر از اینکه وقتی ما حاجات خدا میخواهیم خوی مرده ها باید حاجات ما را بر خداوند متعال منتقل بسازند. در کدام روز اینا خداوند ملاقات میکنن که حاجات ما را باز بیان میکنن؟ مثلا پیش خود میایم میگم فراجان ما میخواهیم این مشکل ما حل شوه، من یک انسان بسیار گناهکار هستم، خودت یک انسان بسیار خوب هستی و انسان متقی پرهیزگار هستی، امی پیام ما را بر خداوند متعال برسان. کدام روز باید خداوند ملاقات کنی که پیام برش برسانی؟ یک روزی خوب باید تعیین شده باشه. یازدهم، اگر تصور بکنین یا فکر بکن انسان بر چند لحظه که تعداد مراجعین از 100 نفر بالا میره، کسایی که به درگاه رفته یا در زیارت رفته و هر کدام از اینا حاجاتشان بسیار زیاد هست، آرزوهایشان بسیار زیاد هست، این مرده چه قسم همزمان کل آوازها را میشنوه؟ آیا مکسب نمیشه پیام ها؟ مثلا شما در 15 نفر برای یک مرده کلتان آجات خدا میگین، ایره چه قسم در لپتاپ ایره ثبت میکنه، شماره میزنه، یا ای که تیبری کاردر هست کلش تایپ میکنه، یا ای که کلش در حافظه خود میگره، چه قسم کل پیام ها را همزمان حفظش میکنه؟ سوال هایی هست که مطرح میشه، انسان حق داره پرسان بکنه. وگر ای کار میکنه آیا خسته میشه یا نمیشه؟ مثلا 500 نفر مراجعین داره در روزه، 500 نیاز، 500 حاجات، 500 آرزو، ای میت در قبر خسته نمی سازه؟ ای خوکایی گوش میکنه آوازای از اینا را یا ششت در قبر؟ در کدام حالت هست؟ 13، اگر مرده ها توانمندی زیان ندارن که میتونن بر زنده ها زیان برسانن، که بسیاری وقتا مردم هم میترسانن از مرده ها، از قبور، که مرده به حق توی تو میکنه، مرده بر تو ضرر میرسانه، ما سوال مطرح میسازیم که اگر مرده ها توان زیان ندارن که بر زنده ها میتونن زیان برسانن، در بسیاری کشورهای اسلامی کفار و مشرکین از بالای قبور، از بالای زیارت ها تیر میشن، اینا چرا بر کفار مشرکین قبرها ضرر نمیرسانه؟ هیچ اتفاق نفتیده که مثلا مرده ها از قبر خیسته باشن کفار مشرکین سر قبرستان خفه کرده باشن؟ هیچ اتفاق نفتیده. چرا نمیرسانن ضرر؟ از لحاظ عقیده خو اینا مسلمان نیستن، این مؤمن مسلمان در زیر خاک خو کده از بالای سرش کفار مشرکین تیر میشه، برای اینا چرا ضرر نمیرسانن؟ اگر توانمندیش دارن خب باید برسانن. اگر مرده ها کاملا زنده هستن مثل ما، وقتی که یک نفر شوهرش وفات میکنه چرا زنش کسی دیگر را میگیره؟ خود زنده هست دیگر، آدم زنده را چرا زنش بر کسی دیگر بدی؟ خونه کاش نمیشه، او کسی دیگر هم که بایی هم بستر میشه خود زنا کرده میره، بخاطر از یک شوهر زنده هسته. و یا برعکس زن اگر زنده از شوهرش وفات میکنه. سوال 15، آیا شهدای بدر و غزوات دیگه که در تاریخ اسلامی ما مطالعه میکنیم، مقام شهدای بدر و غزوات دیگه که در تاریخ اسلامی اتفاق افتیده،
مقام و منزلت از اینا بلند هست یا از شهدای افغانستان و یا از ایران یا از هندوستان یا از پاکستان یا ترکیه یا یمن یا عربستان یا دیگه کشورها؟ شهدای صدر اسلام مقامشان بلند هست یا از اینا؟ اگر از اونا بلند هست، چرا بالای قبر از اونا هیچ کس چراغ ندیده، روشنی ندیده؟ یا اون مردمی که در روی سرزمین ها زندگی میکنن کور هستن، چراغ شهدا فقط در افغانستان دیده میشه یا در پاکستان؟ اگر شهید مقام داره، خب کل شهدا باید مقام داشته باشن و مقام کسایی که با پیامبر صلی الله علیه و آله بودن، مقام از اونا طبعا باید بلند باشه. چرا سر قبر شهدایی که در صدر اسلام بودن، صحابه، سر قبر از اینا هیچ کس کدام چراغ ندیده، کدام شمع درخشان ندیده که باز بعدن درگاه شده باشه؟ چرا؟ آیا جنگ هایی که میکردن با کفار و مشرکین باطل بود جنگ هایشان؟ فقط از شهدای افغانستان برحق بود و قبور از اینا درخشان است، از اونا تاریک؟ چرا قسم هست؟ خب این موضوعی که بدون شک که ما هیچ وقت بدون اسناد گپ نمیزنیم که شهدا زنده هستن، که آیه قرآن از ایمشان هست، اما زندگی از اینا زندگی دنیایی ما نیست. اینا در حدیث وارد هست که در جنت هستن مثل پرنده های سبز رنگ. خداوند متعال بر از اینا روزی تعیین کرده و مقام شهید در قرآن از ایمشان، در حدیث پر مثلا بسیار صراحت داره. اما نه ای که سر قبرشان چراغان باشه، شم باشه و باز مردم بره بره درگاه جورش بکنه. این کاملا بخش جدا هست که دنیای برزخی، دنیای هست که اونا حیات برزخی دارن. ما نه ای که ما جور کردیم زندگی از اونا را با زندگی خود مقایسه میکنیم، بر از اونا مسئولیت میتیم، بر از اونا وظایف میتیم، خسته میشن اونا. او شکل نیست که سوء تفاهم نشه. 16 بعد از 5 سال، 6 سال، 10 سال یا 2 سال، 3 سال مجاورت که مجاور تعیین میکنن به بعضی درگاه ها و بعضی زیارت ها. مجاورت اگر یک کار بسیار خوب باشه و بسیار کار پربرکت باشه، چرا مجاور از لحاظ علمی و از لحاظ اقتصادی هیچ وقت بالا نمیره؟ دلش چی هست؟ مثلا یک نفر در زیارت 15 سال خو کرده، منوز هم کالایش همو کالا هست، خسته و مانده دیده میشه، علمش و دانشش زیاد نشده. چرا؟ اگر این زیارت اوقدر زیارت عالی و پربرکت و پرحزمت هسته، خب باید اول این مجاوره که شبهای بیچاره در ایجه خو کرده، زن نگرفته، اولاد نداره، در زیارت خو کرده، چرا بر زمین نفع نرسیده؟ کار کس نبی ما سوال میکنیم چرا؟ مجاوره میبینم 10 سال در یک زیارت است، هنوزم حالتش دگرگون شده، حالتش روز بر روز خراب میشه، علمش هیچ زیاد نشده. چرا؟ اگر مجاورت یکی از شروط دینی می بود و بیس شرعی می داشت، چرا پیامبر صلی الله علیه و آله با بالای قبور انبیا که اشاره کردیم و بالای قبور صحابه مجاور تعیین نکرده؟ مثلا برای حضرت علی رضی الله عنه می گفت، یا مثلا برای حضرت طلحه می گفت که یکی از شهدایی که در بدر شهید شده بود، می گفت که تو در میجه وظیفه تا از بالای قبر از دیگه بشی، هیچ کار نکن. مثلا بالای قبر حضرت حمزه رضی الله عنه بشی، اینا میجه مجاورت بکن. ما اسناد نداریم، چرا پیامبر نگفته؟ اگر شرعی می بود بیس می داشت، چرا پیامبر این امر نکرده؟ آیا زیبایی قبور که ما قبور زیبا بسازیم، بالای قبره نقش نگار آنچه دارا را بگیریم و چوبا را بسته بکنیم، تکا را بسته بکنیم، یا یک سنگ های سمیتی و اینا را یک گنبز برش بسازیم، آیا سبب نجات میت میشه؟ و اگر سبب نجات میت میشه، کسای غریب هسته، اینا خیر حلاک باید شوند در زیر قبر، در زیر خاک. پیسه نداره که گنبز برش جور بکنه، بچه کاکایش هسته یا بدرش هسته، گنبز اگر سبب نجات میشه یادم پیسه نداره، میت باید حلاک شوه. آیا الله جل جلاله زیر امر بنده خود حکم صادر میکنه؟ یعنی مطابق خواهش بنده های خود حکم صادر میکنه؟ یا خودش خالق مطلق هست، هر چی که خواست میکنه؟ یعنی به عباره دیگه اگر بگویم، آیا خداوند متعال بنده ها برش اوامر دکته میکنن؟ بر خداوند میگن ای کار بکو، ای کار بکو، او کار بکو، ای را نجات بده، او را نجات بده، بر ازی آجات شب رسان، بر ازو آجات شب رسان؟ یا الله سبحانه و تعالی خودش میکنه ای کار؟ 20 اگر مرده ها بر زنده ها
زیان میرسانند چه قسم است؟ ای فیزیکی است؟ ای روحی هست؟ چه قسم است؟ مثلا خودت مرا میترسانی، میگی راجعه و زیارت ها گب نزن که زیارت ها بسیار پر برکت هست و بر تو زیان میرسانه. چه قسم برام زیان میرسان؟ من میخوایم بفهمم کدام گروه به جان مرا روان میکنن، گروه که آدم کشی هست مرا میخوان بکشن، ترورم بکنن در خانه، یا مرا از طرف شب کدام پشک به جان مرا روان میکنه که پشک مرا خفک بکنه، یا خودش میاد در اتاق من سر خفک من میشینه، چه قسم مرا میکشه یا چه قسم برام زیان میرسانه؟ من میخوایم بفهمم. 21. آیا مرده ها میتونن در لوح محفوظ ید و طولا داشته باشن؟ یعنی میتونن در لوح محفوظ دسترسی داشته باشن و در اوجه بسیار چیزا را با پنسل پاک بکنن، چیزای دیگه نوشته بکنن، یا نمیتونن؟ چرا عقیده مؤمنین هی هسته که در لوح محفوظ همه چیز نوشته شده؟ آیا مرده ها میتونن در اوجه تغییرات بیارن، تجدید بکنن، یا نمیتونن؟ 22. زنده ها از کجا میفهمند که کسی که در زیر خاک هسته تمام اعمال ازی نزد الله سبحانه و تعالی قبول شده و ای یک آدم جنتی هست؟ این از کجا میفهمند؟ 23. آیا زنده ها تا کدام اندازه مطمئن هستند که در فلانه زیارت یا در فلانه قبر آدم واقعا دفن است؟ یا ایوان هست؟ یا سنگ هست؟ یا هیچ چیزی نیست؟ ایره من بطور مثال من میرم در سر یک زیارت، تکا بسته هسته، مثلا مردم هست، بیربار هست، دیگه است. من از کجا بفهم که زیر از اینمی واقعا یک آدم دفن است؟ من خودم دیدم که جد فلان نفر را دفن کردن یا ندیدیم؟ آیا خداوند متعال از حالت بنده ها بی خبر هست یا با خبر؟ اگر بی خبر هست که میت یا مرده هایی که در زیر خاک هستند خداوند متعال با خبر می سازن، خب به این معنا که مرده ها علمشان از الله کرده بالا هست. همه تو معنا می تده. اگر مرده ها خداوند از حالت ما با خبر می سازن، مثلا یک پدر ما وفات کرده در زیر خاک هست، پدر میره بر خداوند میگه که نازم بچه‌م اینی مشکل داره، مشکلش حل بساز. اگر پدرم از زیر خاک میفهمه که ما مشکل دارم، خداوند نمیفهمه عیاذ بالله، خب علم پدرم از خداوند کرده باید زیاد باشه دیگه. 25. آیا خداوند از نیات داخلی ما میفهمه یا نمیفهمه؟ اگر خداوند متعال از نیات داخلی ما میفهمه که در قلب ما چی هست، نیازمندی های ما چی هست، ما چرا یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز، 9 ساعت، 10 ساعت فاصله را طی بکنیم و بالای قبر بریم و از اوجا دعا بکنیم؟ چرا از خانه خود دعا نکنیم؟ چه ضرورت هست بر مسافرت که ما کل کار بار خدا بگذاریم بریم از زیارت بر خداوند دعا بکنیم، از خانه چرا دعا نکنیم؟ آیا مرده ها که در زیر خاک هستن آدم فاسق و آدم خوب میفهمن یا نمیفهمن؟ مثلا یک آدم فاسق سر یک قبر میره، فاسق هست، و یک آدم نیک هسته، این مرده ها آیا میفهمن که آدم فاسق هست و این آدم فاسق نیست؟ این از چی میفهمن؟ با کدام معیار؟ اگر نمیفهمن، خب یک آدم فاسق باید کمک بکنن دیگه. هر کس اگر کمک میکنن، آدم فاسق هم رفی رام کمک کردن خوی جفا هسته، چرا آدم های فاسق کمک بکنن؟ همین معیار شناختشان که آدم خوب از مستحق کمک هست، باید از خداوند برزی کمک خواسته شوی، این آدم فاسق هست برزی کمک نمیکنیم یا کافر هست، همین معیار بر شناختشان چی هست؟ 27. آیا مرده ها در حیات خود برای ساختن زیارتگاه یا درگاه سفارش کرده بودن یا نکرده بودن؟ ما وقتی که مردیم برای ما زیارتگاه بسازین. اگر سفارش کرده بودن، حسنات باید دوستا پیش بکنن که اینی آدم ما برای زیارت ساختیم، خودش گفته بود که برای ما بسازین. 28. اگر یک زنده است در ساعت 2 بجه شب در یک درگاه میره، آیا در 2 بجه شب حاجت میخواه؟ مرده در 2 بجه شب بیدار هست یا خواب؟ دیگه وقت نداره، کار داره، دیگه روز میرن در درگاه، شب میره. در اون وقتی که میره 2 بجه شب، مرده بیدار هست یا خواب؟ 29. تکایی را که در بالای قبر بسته میکنن و دستمالایی را که بسته میکنن،
همی تکه و دسمال بالای قبر که بسته میشه. این چه قسم برکتی میشه؟ آیا مرده از قبر بیرون میشه و این تکه را لمس میکنه این برکتی میشه؟ یا ای که از داخل قبر با نیچه طرف این تکه پف میکنه؟ پف ازی تکه را برکتی میسازه؟ یا آب دان خوده ده تکه مندازه؟ چه قسم میکنه؟ این تکه برکتی میشه؟ بازگرهایی را میگرن؟ تبرک. چه گونه این تکه را برکتی میسازه؟ سیوم، آیا مرده ها در زیر قبر که هستن باران که میباره، آب باران میتونن دفع بکنن یا نمیتونن؟ آب برف باران باریده یا در داخل قبر است؟ یا آب باران اگر دفع میکنه چه قسم دفع میکنه؟ آب برف اگر دفع میکنه چه قسم که به قبرش نه آب بره نه باران بره، چه قسم دفع میکنه؟ اگر توانمندی دفع زیره داره چگونه؟ و اگر نمیتونه که کار عادی هست، یک زنده میتونه مثلا کار بکنه، بر خود خانه جور بکنه، از برف باران خودن حفاظت بکنه، اگر این مرده این توانمندی را داره چگونه میکنه این کار؟ اگر یک امامی که وفات کرده و یا شیخ و پیر هر کسی که هست مرده، با یک مسلمان ضعیف، یک امام قوی خوب تنومند، با یک مسلمان ضعیف پهلوانی بگره کدامش غالب میشه؟ شما یک امام وفات کرده، یک بچه مثلا 14 ساله را میریم به اصطلاح فارسی ما قشتی مندازشان، کدامش غالب میشه؟ امام قویست یا بچه 14 ساله؟ این سوالای هست که عقلی هست. 32، آیا مرده ها آزاد مطلق هستند یا محدودیت دارند؟ اگر آزاد مطلق هستند که هر طرف پرواز میکنن هر طرف میرن، خب از زندگی کردن کده خب مردن خوب است، حال ما محدودیت ها داریم. چرا کس آرزوی مرگ نمیکنه؟ که زود بمرد بر آزادی است، مطلقا آزاد است، هر چی دلشان خواست میکنن، سر خدا هم امر میکنن، بر بنده هم کمک میکنن، کل کارا را ما میکنن دیگه. ای ما خو هیچ کار کردن نمیتونیم در روی زمین. خب زندگی کردن مرگ بهتر است. چرا برادرایی که یه تو عقیده دارن آرزوی مرگ نمیکنن؟ باید بمرن اینا که اوجه خوب زندگی است. این بخشی بود که به شکل عقلی و استدلالی را ما مطرح ساختیم، که بدون شک ما هیچ کس مورد حمله قرار نمیتیم، فقط مسائلی هست که ما میخواییم مطرح بسازیم که اذهان مردم روشن شود. بخش سوم بخش شرعی هست، که ما وقتی که میگیم ما مسلمان هستیم، مؤمن هستیم، باید به قرآن و احادیث و اسناد و روایات درست عقیده باور داشته باشیم. در این بخشش ما آیات و احادیث هم میاریم که برادرها اگر سوالا را جواب دادن نتونستن، منطق استدلال در برابر زو کردن، ما آیات و حدیث میاریم، حسنات در کتاب ها وجود داره، رفرنس میدیم، برادرها و خواهرها در آخر صحبت خودشان نتیجه گیری بکنند. از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله روایت هست که ایشان میفرمایند من شما را از زیارت قبور نهی کرده بودم، اکنون میگویم قبرها را زیارت کنید زیرا که انسان را به یاد آخرت می اندازد. ایرا ترمیزی، ابن ماجه و احمد روایت می کنه. حدیث هست و مثلا در ابتدا من نکرده بود، باز بعدا اعتقاد مردم که قوی می شه، هسته توحید در قلب مردم زنده می شه، مردم از شرک و از کفر و اینا دور می شن. باز امر می کنه پیامبر صلی الله علیه و آله، ای هم با مو شرطی که داره که به خاطر عبرت، اما ای هم از خود آداب داره، رفتن به قبور و زیارت از خود آداب داره. آدابش چی است؟ که بالای قبر کس نشینه، نماز نخونه در جای قبرستان هست، از یاد خداوند متعال غافل نشه و حاجت خود از مرده ها نخواه و تبرک و توسل از مرده ها نکنه. این شروطش هسته، آدابش هسته. باز در یک حدیث دیگه که برادرها در مسلم میتونن پیدا بکنن، فمثلا میگه وقتی که شما بالای قبور میرین بر مرده ها بگوین سلام بر شما باد ای مؤمنان آرامیده، شما از ما ثقبت گرفتید، ما انشاء الله به زودی با شما ملحق خواهیم شد. یک قسم برشان میگی، برشان سلام میتی، میگی شما از ما که در پیش رفتین انشاء الله که ما با شما یک جای میشیم. در اینجا هیچ نامده که شما ازشان آجات بخواین، هیچ نامده که شما گریان سوران بکنین، هیچ نامده که شما دسمالا رو بسته بکنین. حدیث صریح واضح در کتب های معتبر اسلامی موجود هسته. خداوند متعال
در قرآن عظیمشان در سوره قاف در آیت 16 هم می فرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید و ما از رگ گردن به او یعنی انسان نزدیک تریم. خداوند متعال از رگ گردن بر ما نزدیک تر هسته. چی ضرورتش احساس میشه که انسان بره بالای قبور و قبور بر خود وسیله قرار بده؟ آیه سری قرآن عظیم شان و باز میخوانیم در سوره غافر آیت 60 خداوند متعال میفرماید وقال ربكم ادعوني استجب لكم مرا بخوانید تا خواسته شما را اجابت کنم. خداوند خودش بر انسان ها بر ما بیان میکنه که شما از ما بخواین که ما حاجت شما را برآورده بسازم. اگر می بود خب می گفت از مرده ها بخواین که ما حاجت شما را برآورده بسازم. خود خداوند مستقیم میگه از ما بخواین. و باز در سوره فاتحه در آیت پنجمش ما میخوانیم که همیشه ایره در نمازهای خود میخوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین خدایا تنها تو را میپرستیم و تنها از تو کمک میخواهیم. همیشه در نمازها میخوانیم، چرا فکر نمیکنیم؟ حدیث دیگه هسته تیره از امام صادق روایت شده که در فروع الکافی هست که در ده جای نماز خواندن جایز نیست کس نماز نخونه. در ده جای گل، آب، حمام، قبرستان، راه، خانه مرچه، جای شطر، مجرای سیل، شورزار، برف. که در اینجا مطلبی که ما مورد استفاده ماست قبرستان و امام صادق اشاره میکنه که سر قبرستان شما نماز نخوانید. چی رسا که باز برزی که بری از قبرها بخوایی نماز خودتا. یک مومن به خاطر خداوند میخواه، اما به خاطر ازی که خطرات رفتن در سر قبرستان و افتیدن در شرک و در گناه بر همه کسایی که پیشگامان اسلام بودن مشخص واضح و روشن هسته. مرده ها هیچ گونه سود و زیانی بر زنده ها نمیتونن برسانن و نه به این کار تشویق شده، نه تنها تشویق نشده بلکه مذمت کرده قرآن عظیم شان این عمل. و ما میتونیم میره در قرآن عظیم شان پیدا بکنیم. خداوند متعال در قرآن کریم در سوره فرقان در آیت 2 تا آیت 3 میفرماید الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. کسی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست و فرزندی بر نگزیده است و در فرمان روایی هیچ شریکی ندارد و همه چیز را آفرید، پس اندازه هر چیز را چنان که می باید معین کرده است و بجای او معبودان برگزیده اند که چیزی نمی آفرینند و خودشان مخلوقند و مالک زیان و سود خود نیستند و مالک مرگ و حیات و برانگیختن نیستند. آیات سری قرآن عظیم شان. باز می بینیم که در کتبهای معتبر برادرهایی که عقیده و باور دارند در نهج البلاغه که گفتار حضرت علی رضی الله عنه هست، درو در خطبه 111 دروج حضرت علی رضی الله عنه می فرماید به ارتباط مرده ها، همسایگان بی زبان، بر مرده ها میگه همسایگان بی زبان، نه خواننده را پاسخ دهند نه ستمی را باز دارند و نه به نوحگر کسی که گریان چیغ و فریاد میکنه توجهی دارند. اگر باران بر آنان ببارد شادمان نگردند
وگر خشکسالی بود ناامید نباشند. این گفتار حضرت علی رضی الله عنه است. در خطبه 11 را میتونن دوستا در نهج البلاغه پیدا بکنن. باز میخوانیم در نهج البلاغه در خطبه 132، باز به ارتباط مرده ها هست. نه بر کرده نیک بیفزایند و نه عذر توانند خواست از کار زشت و ناخوشایند. میگه نه در کارهایی که کرده بودن در کارهای خود اضافه کرده میتونن و نه میتونن یک عذر بخواین و نه میتونن مثلا از کار ناخوشایند جلوگیری بکنن. یعنی کارشان تمام هستن. بعضی ها استدلال میکنن که گویا ما مرده ها را خوب پرستش نمیکنیم، ما فقط مرده ها را بین خود و خداوند وسیله قرار میدیم. امی استدلال مشرکین کعبه هم میکردن. مشرکین کعبه نمیگفتن که ما یار عبادت میکنیم. امی بت پرستای امروزی نمیگن که ما بت ها را پرستش میکنیم. یک تعدادش که از لحاظ عقلی فکر میکنه میگن یا وسیله هستن بین ما و بین خداوند. یک تعداد برادرها و خواهرها امی استدلال هم میکنن، میگن ما خود در قبرستان که میریم، در زیارت که میریم، از مرده خوار خود عبادت نمیکنیم، یا چون در نزد خداوند پاداش دارن، مقام دارن، منزلت دارن، ما ایره وسیله قرار میتیم بین خود و خداوند. بنان به این ارتباط خداوند متعال در قرآن عظیم شان در سوره 39 آیت 3 میفرماید: الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. آگاه باشید که دین خالص از آن الله است و کسانی که به جای او اولیا گرفتند و یعنی گفتند اینها را نمی پرستیم جز برای این که ما را به الله نزدیک کنند، بیگمان الله میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند. الله آن کسی را که دروغگوی ناسپاس است هدایت نمی کند. ارتباط می کسایی که می افتند ما یار پرستش نمی کنیم یا وسیله هستند. باز خداوند متعال در قرآن عظیم شان در سوره یونس در آیت 18 می فرماید: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. و غیر از الله چیزهایی را می پرستند که نه به آنها زیان می رساند و نه سودشان می بخشد و می گویند اینها شافیان ما نزد الله هستند. نه برشان سود می رسانه، نه برشان زیان می رسانه و استدلالشان چی است؟ که اینا بین ما و خداوند شافی هستند. آیات سری قرآن عظیمشان. باز از حضرت علی رضی الله عنه در نامه 31 در نهج البلاغه وارد هسته که با امام حسن وصیت میکنه و میفرماید: و بدان کسی که گنجینه های آسمان و زمین در دست اوست و به تو گفته است که از من بخوا تا به تو بدهم و از من بطلب تا تو را بیامرزم و میان تو و خود کسی را نگمارده تا تو را از وی باز دارد و کسی ناگزیرت نکرده که نزد او برایت میانجیگری آورد. و امام حسن چیز میکنه که بین تو و خدا هیچ کس نیست، بخوای هرچی که میخوای. و خدا خداوند متعال در قرآن عظیم شان این مسئله را بیان کرده. کسایی که مرده ها را در غیاب صدا میکنن، مثلا از یک نفر صدا میکنه و وقت وفات کرده، سر مرده ها از دور صدا میکنه، اگر پیر باشه، استاد باشه، شیخ باشه، امام باشه، اینا هی صداها را نمیشنون که ما صدا میکنیم. و ایره در قرآن عظیم شان ما میتونیم پیدا بکنیم. خداوند متعال در قرآن عظیم شان در سوره فاطر در آیت 14 می فرماید: این
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اگر آنها را بخوانید خواندن شما را نمیشنوند و به فرض، یعنی به فرض اگر بشنوند به شما پاسخ نمیدهند و روز قیامت شرک شما را انکار میکنند و هیچ کس مانند یعنی الله آگاه خبردارت نمیکند، نه آوازت میشنوند و نه بر تو کمک کرده میتوند. به فرض احیانا اگر بشنوند کمکت کرده نمیتوند. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان در سوره مائده آیت 76 تا 77 می فرماید: قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بگو آیا چیزی را به جای الله می پرستید که دارای سود و زیان برای شما نیست و الله شنوای داناست؟ بگو ای اهل کتاب، در دین خود به ناحق غلو نکنید و از هوس‌های گروهی که از پیش گمراه شدند و بسیاری را گمراه کردند و از راه راست منحرف گشتند پیروی نکنید. خداوند متعال در قرآن عظیم شان در سوره انبیا آیت 66 و 67 می فرماید: قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. یعنی ابراهیم گفت: آیا به جای الله چیزی را می پرستید که هیچ نفعی برای شما ندارد و نه زیانی به شما می رساند؟ حف بر شما و بر آنچی به جای الله می پرستید، آیا نمی اندیشید؟ خداوند متعال در قرآن عظیم شان در سوره حج آیت 73 می فرماید: الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هاي مردم مسألة زده شده است، پس به آن گوش فرا دهید. بیگمان کسانی را که به جای الله یعنی به خدایی می خوانید هرگز نمی توانند مگسی را بیافرینند، اگرچه برای این کار گرد آیند، و اگر مگس چیزی را از آنها برباید نمی توانند از آن باز پس گیرند. طالب و مطلوب یعنی عابد و معبود ناتوانند. ببینین دوستا، در این آیه قرآن عظیم شان که خردترین مخلوق که با چشم انسان میتونه ببینه، مخلوقی که همیشه در اطراف ما هسته، مگس هسته. مخلوقات بزرگ و خرد ریزی دیگه هم هست، اما مگس خداوند متعال در اینجا مثال میزنه. چون مگس همیشه در پیرامون انسان ها هسته، ارگاه یک مگس یک چیزی را از انسان برباید، انسان توانمندی زیر نداره که او را از مگس بگیره یا مگس بیافرینه. بنان انسان میبینه که در کل همه مخلوقات ضعیف هستند در برابر علم خداوند متعال، در برابر قدرت خداوند متعال. بنان ما همیشه باید متوجه باشیم که عبادت ما خاص به خاطر رضای خداوند متعال باشه. مخلوقات همه یکسان هستند مگر اینکه تقوا پرهیزگاری میکنن. باز خداوند متعال در سوره بقره آیت 48 می فرماید: واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
و از روزی بترسید که کسی از کسی کفایتی نکند و از او شفاعت پذیرفته نمی شود و نه از او تاوان و فدیه گرفته می شود و نه یاری می شوند. ببینین روز فرا می رسد که روز محشر هسته و در اوجه خداوند متعال ما را هشدار می ده که هیچ کسی کسی دیگر کفایت نمی کنه و از هیچ کسی شفاعت پذیرفته نمی شود و از هیچ کسی فدیه و همسال از او گرفته نمی شود. بنان تنها کسی که می تانه و درد ما بخوره و تنها کسی که می تانه و داد ما برسه الله سبحانه و تعالی هسته که خالق ما هسته. همه انسان ها در او روز محتاج و ناتوان هستند در برابر خداوند متعال و اینا می خوان همگی به خداوند متعال رجوع بکنن و هیچ کسی کسی دیگر شفاعت کرده نمی تانه. باز خداوند متعال در قرآن عظیم شان در سوره بقره آیت 254 می فرماید: یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از آن چی به شما روزی داده ایم انفاق کنید، پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروش است و نه دوستی و نه شفاعت، و کافران خود ستمگارانند. باز خداوند متعال در قرآن عظیم شان سوره مریم آیت 87 می فرماید: لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. آنها مالک شفاعت نیستند مگر کسی که نزد رحمان عهدی گرفته باشد. یعنی هیچ کس مالک شفاعت نیست، برش شفاعت داده نمیشه مگر ای که عهد و پیمان خداوند متعال با او کرده باشه. بنان ما انتظار شفاعت نداشته باشیم و فقط تنها چیزی که میتونه انسان به نعمات آخرت که نعمات همیشگی و پایدار هست برسانه پیروی دقیق و درست از احکام خداوند متعال هست و او هم مطابق سنت پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. باز خداوند متعال در قرآن عظیم شان در سوره طه آیت 109 میفرماید: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. آن روز شفاعت یعنی هیچ کس سود نمی بخشد جز کسی که رحمان به او اجازه داده و گفتار او را پسندیده است. ببینین کثرت آیات در ارتباط شفاعت و رفتن و سر زیارت اینا، ای آیات بسیار آیاتی هست که واضح و روشن هست و هیچ گونه تفسیر و هیچ گونه عالم ضرورت نمیفته. هر انسانی که با انصاف باشه و عقل خود به کار بنده میتونه در قرآن عظیم شان مراجعه بکنه و آیاتی را پیدا بکنه که انسان خداوند متعال با آیات متعدد عبادتش منحصر میسازه به خود که هیچ مخلوقی را در بین خداوند متعال و خود انسان نباید بیاره، چون عبادت وقتی قابل قبول هست که الله سبحانه و تعالی و تنهایی خود مورد عبادت و پرستش قرار بگیره. باز خداوند متعال در قرآن عظیم شان در سوره انبیا آیت 28 می فرماید: یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا وهم من خشیته مشفقون. آنچه که در پیش روی آنهاست و آنچه که پشت سر آنهاست می داند و آنها جز برای کسی که یعنی الله از او خشنود باشد و بپسندد شفاعت نمی کنند و آنها از ترس او بیمناکند. باز خداوند متعال در قرآن عظیم شان در سوره یاسین آیت 23 می فرماید: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. آیا غیر از او معبودهایی را برگزینیم که اگر رحمان بخواهد به من زیانی برسانند شفاعت آنها چیزی را از من دفع نمی کند و مرا نجات نخواهند داد؟ یک عقیده درست مؤمن چگونه باید باشه؟ مؤمن و مؤمن واقعی و مسلمان واقعی کسی هست که عقیده و باورشی است ارگاه الله سبحانه و تعالی بر انسان نفع برسانه هیچ کس نمیتونه برش ضرر برسانه و ارگاه الله سبحانه و تعالی بر انسان ضرر برسانه هیچ مخلوقی نمیتونه برش نفع برسانه و ضرر از او دفع بکنه. بنان ما قرآن عظیم شان که میخوانیم احادیث محمد صلی الله علیه و آله مطالعه میکنیم به این منظور که توکل بر ما ایجاد شوه
بنان یک مؤمن و مسلمان به مرحله باید برسه که تنها عقیده باورشی باشه که هر چیزی که هست از جانب الله سبحانه و تعالی هست، تنها الله سبحانه و تعالی میتونه بر انسان نفع برسانه و تنها الله سبحانه و تعالی میتونه بر انسان ضرر برسانه و تنها الله سبحانه و تعالی میتونه که نعمات آخرت که انتظار ما هست بر ما مهیا بسازه و بر ما برسانه و تنها الله سبحانه و تعالی میتونه ما را از عذابی که خداوند متعال خلق کرده و عذابی که در انتظار ما هست ما را نجات بده. بنان عبادت ما، طاعت ما خاص برای رضای الله سبحانه و تعالی باشه و با الله سبحانه و تعالی هیچ کسی را در هیچ مکانی و در هیچ جای شریک نسازیم و مسائل عبادی و مسائل شرعی را وقتی ما میتونیم درست انجام بدیم که در روشنی قرآن و در روشنی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم صورت بگیره. باز خداوند متعال در قرآن عظیم شان در سوره 39 آیت 44 میفرماید: قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. بگو تمام شفاعت از آن الله است، فرمان روای آسمان ها و زمین از آن اوست، سپس به سوی او بازگردانیده می شوید. باز خداوند متعال در قرآن عظیم شان در سوره نجم آیت 26 می فرماید: کم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. و چی بسیار فرشتگانی که در آسمان ها هستند شفاعت آنها هیچ سودی نمی بخشد مگر پس از آن که الله برای هر کس که بخواهد اجازه دهد و راضی باشد. دوستان، به ارتباط موضوع شفاعت یک صحبت دیگه هم داشتیم. شفاعت از خود شروع داره. هر زمانی که ما شفاعت در قرآن عظیم شان میبینیم و میخوانیم و مطالعه میکنیم ببینیم که شفاعت از لحاظ شرعی در کدام حالت ها هست و کدام کسا میتونن کدام اشخاص شفاعت بکنن. هر کس نمیتونه هر کس شفاعت بکنه، چون دنیایی که ما بعد از این دنیا در انتظار ما هسته در اون دنیا حسباب دنیای امروزی ما در اون دنیا کارآمد نیست. ما نمیتونیم با افکار امروزی که در این دنیا واسطه ها هسته، حسباب هسته و اینا هسته، در اون دنیا هم ما بتونیم با این حسباب واسطه ها مراجعه بکنیم. شفاعت بجز برای کسایی کرده میشه که اونا شایستگی شفاعت داشته باشن و کسایی که شفاعت میکنن شافی میشن بین ما و بین خداوند متعال. اونا هم کسایی باید باشن که از احکام پیروی کرده باشن، مطابق سنت پیامبر صلی الله علیه و آله بوده باشن و خداوند متعال از کار از اونا راضی بوده باشه. بنان ما باید انتظار شفاعت نداشته باشیم. بهترین کتاب در نزد ما هست قرآن عظیم شان هست و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله هست که دین شریعت کامل شده و نجات اخروی ما متناسب به پیروی دقیق و سنجیده ما از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ان شاء الله که هست. خداوند متعال در قرآن عظیم شان در سوره 74 آیت 48 می فرماید: فما تنفعهم شفاعت الشافعین. پس شفاعت کنندگان به آنها سودی نمی بخشد. و این معنا که ما اگر در کفر و در شرک و در بدعت ها غوطه خورده باشیم و تمام اعمال ما آمیخته شده باشه با شرک و با گناه ها، بنان هیچ شفاعت کننده نمیتونه و حق ما شفاعت بکنه. و این آیه سری قرآن عظیم شان هست که شفاعت هیچ شفاعت کننده برشان سود نمیبخشه. بنان ما باید اول اعمال خود مطابق قرآن و سنت بسازیم، باز بعدا ان شاء الله که شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم شامل ما میشه. خداوند متعال در قرآن عظیم شان در سوره جن آیت 18 میفرماید: و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. و این که مساجد از آن الله است، پس کسی را با الله نخوانید. ببینید بسیار صریح هست، تمام قرآن عظیم شان راجع به توحید هست. مشکل عمده و اساسی هر جامعه که از ارزش های دینی و فاصله گرفته عدم درک از توحید هست. تمام پیامبرا، تمام انبیا به خاطر تحکیم توحید، به خاطر تایید توحید، به خاطر نهادینه ساختن توحید در جامعه آمدن. مساجد به خاطر پخش و نشر ارزش‌های توحیدی هست که انسان فقط خاص عبادتش بر الله سبحانه و تعالی باشه. بنان در مساجد هرگاه کسی را با خداوند متعال ما می‌خوانیم بدون شک اعمال ما ضایع شده و این کاری هست که دین و شریعت به خاطر ازی آمده که عبادت خاص بسازه. بنان میبینیم در قرآن عظیم شان در این آیه بسیار صراحت داره که در مساجد شما کسی را با الله نخوانید یک جا.
باز خداوند متعال در قرآن عظیمشان در سوره ابراهیم آیت 52 می فرماید: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. این یعنی قرآن پیامی برای مردم است و تا بدان هشدار یابند و تا بدانند که او معبود یکتاست و تا خردمندان پند گیرند. همی پیامی که ما میخوانیم یعنی قرآن، این پیامی هست که مردم بیدار شوه و مردم پند بگیره و مردم الله سبحانه و تعالی را به یکتاگی پرستش بکنند. و این برای کسایی هست که عقل دارند، درایت دارند و خردمند هستند. ابراهیم علیه السلام ببینین که دوستی خداوند متعال که کمایی میکنه و حسر پیروی دقیق و درست از توحید هسته. ابراهیم علیه السلام که خلیل الله میشه، خاص به خاطر ازی هسته که از شرک، از بدعت، از بتپرستی و روزهایی که بین بنده و بین خالق بود، از اینا انکار میکنه و اینا را تکذیب میکنه و هسته توحید در قلب خود بزرگ و بزرگتر میسازه تا بالاخره به درجه دوستی الله سبحانه و تعالی میرسه. دوستا، یک مطلب میخواستم در ادامه صحبت ها بگویم، چون ما آیات متعددی را که آوردیم با عنوان از این آیات آوردیم، چون بحث ها وقتی ارزش پیدا میکنه، بحث های دینی که اسناد وجود داشته باشه، ما اگر صحبت میکنیم مطابق آیات قرآن عظیمشان، مطابق اسنادی که در دسترس ما هست صحبت میکنیم، دوستا و برادرایی که برشان هضمی صحبت ها مشکل هست میتونن خودشان مستقیم در قرآن عظیمشان مطالعات خود تکمیل بکنن و آیاتی را که ما رفرنس دادیم در او آیات برن تجسس بکنن، تفسیرش ببینن. و تمام هدف ما این هست که ما میخوایم سطح آگاهی جامعه بلندره و قرآن عظیمشان تا زمانی که با مفهومش، قرآن عظیمشان تا زمانی که با ترجمه و تفسیر خوانده نشه، ما در عبادات خود مشکلات فراوانی می داشته باشیم. بنان ما صحبت های هم پیرامون ارزشمندی تفاسیر قرآن، ارزشمندی ترجمه قرآن عظیمشان داشتیم که دوستان میتونن به او صحبت ها مراجعه بکنن که چقدر ارزشمند هست قرآن عظیمشان زمانی که ما مفهومش را درک بکنیم و او را در زندگی خود عملی بسازیم. و آیات دیگه هست، چون صحبت طولانی شده میخوایم بسته بکنیم، دوستا که میخوان مراجعه بکنن به این ارتباط آیات دیگر را میتونن خودشان مطالعه بکنن. به مثل سلسله صحبت ها اعمالی که ممنوع هستن، ممنوع قرار داده شده، که نظر بر مرده ها، که تنها نظر بر الله سبحانه و تعالی هسته، که شریعتی را اجازه نمیده. این اعمالی هسته که حرام هست، ممنوع هست و ناجایز هسته. طواف قبور، طواف فقط بر کعبه هسته که بالای قبور اولیا و مشایخ کس طواف بکنه. و یایی که مثلا کس اگر وفات میکنه، که در این کتگوری اینا هم می از سرش اشاره میکنیم، از خانوادهش کس وفات میکنه، از سر روی خود میزنه، روی خود پرت میکنه، یایی که روی خود خون خلاو میکنه، یا به خاطر مرده ها خود لط کوب میکنه، اینا در حقیقت جنگیدن با قضا و قدر الهی هست. یایی که بالای مرده ها قسم خوردن. این مطالب و مزامینی بود که با اسناد عقلی و نقلی این را ما به خدمت دوستا و عزیزا رساندیم. باز هم در آخر میگم که هیچ گونه خصومت شخصی با هیچ گروه، با هیچ فرقه ما نداریم، فقط اسناد و شواهدی که ما پیشکش کردیم. دوستان میتونن این اسناد و شواهد قبول بکنن یا رد بکنن و ما هیچ در صدد از این نیستیم که کسی را مثل خود بسازیم. هدایت از جانب الله سبحانه و تعالی هست، هر کس بخواهد در هر زمان در هر شرایط هدایت میکنه. و ما دعا میکنیم خداوند متعال عبادات و طاعت ما را خاص الله بسازه و ما را از شرک و از ریا و از خودنمایی و تظاهر دور داشته باشه و مرده ها را فقط وسیله عبرت ما قرار بده و بس. چون مرده ها و رفتن سر قبرستان فقط به خاطر عبرت زنده ها هسته. و این منظور بالای قبرستان پیامبر صلی الله علیه و آله تشویق کرده شما برین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار.